صحنه ای که کابوس هر پدر و مادر است. سلام مادره. سر زدن به خاک یک فرزند. نزدیک به یک سال است که نرگس نیازی و رضا قنبری پسر 18 سالشان آتیلا را در یک تصادف از دست دادند. خیلی برنامه ها داشت برای زندگیش، خیلی همه چیش حساب شده بود. خیلی برنامه ها داشت. من میام اینجا در هفته میشه 3 بار 4 بار، فقط دلم میسوزه که از دست دادمش. قدرشم شاید ندونستم، نمیدونم، من خودم نمیدونستم که یه همچین بچه ای اینقدر اجتماعی، اینقدر دوست داشتنی. شاید برای تشییع جنازه‌اش حدود 650 نفر بودیم. من خودم شوکه شده بودم که اینقدر از این بچه همه خوب تعریف میکردن. رضا قنبری و نرگس نیازی 23 سال پیش به آلمان مهاجرت کردند. در ابتدا صاحب یک پسر شدند و بعد یک دختر و پسر دوقلو به اسم آوا و آتیلا. آتیلا یک نابغه بود. همه نمره‌هایش در مدرسه عالی بود و جز تیزهوشان محسوب می‌شد. او از 16 سالگی در کنار مدرسه به دانشگاه دوسلدورف هم می‌رفت. سال آخر مدرسه و در حین پروسه گرفتن دیپلم بود که این حادثه در روزی که قطارها در آلمان اعتصاب کرده بودند رخ داد. روز 16 مارس روزی بود که مدرسه گفته بود که حتما بایستی بچه ها توی موزه متمن حضور داشته باشن و یه گزارشی بنویسن. من گفتم که اعتصاب قطار اتوبوس نمیخواد برین. گفتن که نه، یکی از بچه های مدرسه که زیادم نمیشناختنش گفته من ماشین اجاره کردم، میخواد ما رو ببره. هرچه گفتم نرین گوش نکردن. ساعت 10 بود، من سر کار بودم. به من زنگ زدن دوستای آوا، دخترم، زنگ زدن گفتن که تصادف شده. من فکر کردم که یه تصادف معمولیه و میخواستم برم دعواشون کنم، چرا رفتین، چرا کردین. آقای دکتر اومد دست منو گرفت، گفت بیا باهات صحبت کنم. اونجا بود که دلم یه مرتبه هوری ریخت، اصلا دیگه نفهمیدم دست و پام. بعد خانومم هم خورد اونجا زمین، از حال رفت. گفت باید صحبت بکنم. گفتم نه، من اول باید بچه هم ببینم. گفت ما دخترتون نمیدونیم کجاست، پسرتون اینجاست. گفتم من تا پسرم نبینم حرف نمیزنم. گفت به شرطی که به قول خودمون شلوغ نکنی. گفتم باش. همون تو راه رو وایستادم، دیدم پسرم از این اتاق پر خون، خب با تخت برانکاد آوردن بردن جای دیگه. فقط رد شدم دیدم که سر صورتش تمام خونیه. بعد اونجا بود که دیگه فهمیدم از اون چیزی که فکر میکردم خیلی بدتره. آتیلا چند ساعت بعد در همون بیمارستانی که 18 سال پیش به دنیا آمده بود جان خودش را از دست میدهد. خواهرش آوا نیز با مرگ دست و پنجه نرم می کند، اما زنده می ماند. او بارها عمل شده و در بدنش از سر تا پا پلاتین کار گذاشتند. آتیلا در کنار نابغه بودن در درس به زبان ژاپنی مسلط بود و پیانو را هم خودش بدون معلم یاد گرفته بود و به خوبی می نواخت. اینجا اتاق پسرم آتیلاس که 10 ماه ما هیچ کار نکردیم. البته ما دست نزدیم به هیچ، دست نزدیم. البته بیشتر آیپد و لپتوپ و اینا بیشتر بود، همش با این. اینجا دانشگاه کوچیک آتیلا بود. شما اسم این رو چی میذارید؟ سرنوشت، قسمت، اینکه اگه مثلا اون روز خودتون برده بودینش به مدرسه این اتفاق نمیافتاد، بهش چی میگید؟ من اصلا نمیتونم هیچ چیز اسمی بذارم، ولی متعجبم از آلمان که اسم بزرگی داره. وقتی که یه اعتصابی میشه باید حساب این چیزا رو بکنن، یا مدرسه وقتی که اعتصاب میشه نباید بگه که
خودتون میدونین هر جور شده پاشین بیان. در تماسی که با دولت منطقه دوسلدورف داشتم آنها این انتقاد را رد کردند. آنها گفتند که مدارس مسئول فراهم کردن امکانات رفت و آمد دانش آموزان به مدرسه نیستند، این مسئولیت به عهده والدین است و در ضمن اعتصاب در آلمان جزء حقوق اولیه کارکنان است. در این تصادف پای راننده 18 ساله آسیب دید و حالا دادستانی از او شکایت کرده است.